بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام با برنامه دیگر از سلسله برنامه را بیان حق در خدمت شما هستیم و امروز به معرفی شخصیتی بزرگوار محمد ابن احمد ابن ادریس هلی می پردازیم که ایشون ملقب به فخر الدین و کنیایشون ابو عبدالله هست و اصلا بین علمای و فرهنگ مذهبی یه شیعه و فرهنگ علما که در رابطه با زندگانی علمای شیعه صحبت میکنیم، ایشون معروف هست به ابن ادریس هلی شاگردانی داره ابن ادریس هلی این حالا این ما این حرف هم بزنیم که این علمای ما اینا رو که وقتی در رابطه باشون با صحبت میکنیم، حالا درسته بعضی وقت ما جلو رفت مثلا از خازن شروع کردیم بعد برگشتیم به ولی این حرف که می‌خوام بزنم که این علما ها شاگرداشون داشتن جزوه آدم های به قول مر برجسته هستن یعنی اینا شاگرد پرورن بودن این نیست که مثلا خودش به یه مرتبه علمی برسه نه اینا از باب تواضع و اون چیزی که همه همه علمش هم میخواد در اختیار شاگرد خودش بذاره که راه اونا ادامه بده هم تو بره جلو تا برسه به امروزی که ما الان هستیم و میتونیم افتخار کنیم که شیعه دوازده امامی هستیم و, و علمامون رو در ارتباطشون صحبت کنیم افتخار کنیم که هر کدومشون یه ستاره درخشان تو کل عالم لذا این نیست چه فقط هم ما اینجا بگیم اونایی که تو قرب دنیا نشستند اصلا مذهب ما را قبول ندارند یا اصلا ایمان ندارند ولی علمای ما را میشناسند شناساییش هم شناختشون هم در این حدی که میدونن این آدم به درد بخوره بودن حرف برای گفتن داشتن و بسیار از پیش که اونا کردن همین علوم علمای ما را گرفتن و به زبان خودشون تفسیر کردن به اسم خودشون تمام کرد. ابن ادیس هلی داره. یکی از اینها نجیب و دی محمد ابن نما معروف به ابن نما هست ایشون در سن 8 سالگی فوت میکنه یه کتاب بسیار زیبایی داره این ابن نما شاگرد ابن ادریس هلی به نام شرح و صارفی احوال مختار هست در ابتبا زندگانی مختار رحمت الله علیه و قیامش بر علیه قاتل نسه دو شاده در کربلا خیلی زیبا نوشته خیلی عالی نوشته اونون کسانی که میخوان بیشتر در ابتبا مختار رحمت الله علیه بدونن این کتاب ابن نمام که معروف است به شرح و صارفی احوال مختارا باید بخونن یه ابن نما یه کار دیگه هم که انجام میده که تاسیسی یه مدرسه از چناره مقام امام زمان تو شهر هله یه مدرسه این میسازه مدرسه شیعان هست که اونجا کرسی درس داره چناره مقام امام زمان تو شهر هله مقام امام زمان به تفصیل بگم برای اون کسانی که دوست دارن بیشتر بدونن هر جایی که حضرت بقیت الله دیده بشن اونجا حضرت رو ببینن اون میشه مقام اون میشه جایگاه اون میشه مکانی که حضرت دیده شده و محله به قول ما عبادت و زیارت میشه یکی از شاگردان ابن ادریس هلی به نام سید فخار موسوی از فقهای شهر هله هست ایشون یک کتاب داره به نام الحجت و ظاهب الا تکفیر ابی طالب این در رابطه با ایمان حضرت ابو طالب هست پدر حضرت علی ابن ابی طالب تو برنامه گذشته من این صحبتش کردم از دیرزم از اون قدیمم خیلی ها به دنباله بودن که پایگاه مکتب تشیع و پایگاه مذهبی امیرالمومنین بیان توسط از ابو طالب خراب کنند یعنی بگن چه آقا حضرت علی که شما بهش میبالید ایشون فرزنده کسی که مثلا ایمان نداشت نوز بلا ایمان نداشت از دنیا هم. نه این کتاب و بسیار از کتابای که نوشته شده در با اینه که اصلا شاخه نبود هر کسی که حالا داریم شخصت مثل ابولهب چه اینا ولی اون کسانی که وابسته به شخصیت پیامبر هست همه موحد خدا پرست بودن و قبل از اینکه پیامبر دین اسلام رو ارزان کنه اینا جزء حنفا هستن حنیفن به دین حضرت ابراهیم هستن. لذا ای اینای ای که خباست داشتن اینای ای که قرض ورزن اینایی ای که تو ذاتشون بعد صد در صد شک کرد برای اینکه بیان پایگاه مولای ما رو ضعیف کنه به حضرت ابوطالب مطلبی نمیشن که ایشون اصلا این نداش، داشت لذا این کتاب سید فخار موسوی شاگرد ابن ادریس هلی در اتباع این معنی هست ابو طالب هست چه خیلی زیبا و به تفسیر در اتباعیشون نوشته آثار ابن ابن ادریس دو تا تقسیم داریم در اتباع آثار ایشون یکی آثار فقهی یکی آثار غیر فقهی آثار غیر فقهیشون بعضیش من من میخونم ای بر صحیفه سجادی عزت امام زین و نویشته ایشون یه کتابی داره در طب و استسقا حالا این باید بدونیم که ما وقتی از علمای شیعه مذهب صحبت میکنیم فقط حرفشون در رابطه با فقه و اصول نیست بخش بزرگش اون هست ولی در رابطه با علوم دیگه مثل همین ابن ادیس در رابطه با طب صحبت داره میکنه استسقا امروز به همون تعبیرش بیماری مرض قند هست طرف زیاد آب میخورده نزدیک بهش گفتن است است از اسم اینه که زیاد آب میخورده تا نهایتان از دنیا حیام بر اکرم صلی الله علیه و آله بارها و بارها در طول حیات پربرکت خود به ولایت امیر المؤمنین و امامت ایشان تصریح فرمودند. و برای اتمام حجت خلائق من کنت مولا و هاذا علی مولا را به گوش جهانیان رساند اما دری دریق از جفای مردم که به محض شهادت رسول خدا حق ولایت مولا را پایمال کردند و اساس بدعت و عهد شکنی را بنا با جور و ستم دفتر تاریخ را سیاه نموده و چه ظلم ها که به آل پیامبر روا نداشتند در این بین تمامی اهل بیت پیامبر را فدایی اهداف پلیدشان نمودند و به تیر یا زهر جفا به شهادت رسید. این بیدادها تا به دانجا ادامه یافت که آخرین حجت بر حق پیامبر مردمان را لایق حضور خیش ندیدند و به امر خالق متعال از دیده مردم غائب شدند باشد. باشد تا در فراغ یار, 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 یار قدر این قدر گوهر ارزشمند را باز یابد از آن پس وظیفه رساندن سنت پیامبر و کلام خدا و دفاع از حقوق پایمال شده اهل بیت علیهم السلام بر دوش بر جسته و با اخلاص افتاد در راه دفاع از حق مغصوبه مولا تا پای جان ایستادند تا شاید دلی به محبتشان بازگردد و لبخندی بر لبان مبارک حضرت حجت نقش بند در با علوم فقی بزرگترین کتابی که ایشون داره از سرائر هست چه اسم کاملش از سرائل الهاوی لتحریل الفتاوی کتابش که معروفه به از سرائل این از سرائل خیلی معروفه چرا که در باب فقه امامیه هست کلیه و یه بابی هم داره به باب و نوادر کتب مشایخ و راویان حدیث تو این قسمت جمع کرده و احادیثی که در رابطه با فقه امامیه هست و ایشون جمع و, و بزرگترین کاری که ایشون انجام میده اینه که نظرات دیگر فرق اسلامی هم میاره تو این کتاب بعد نشون میده بعد اینا رو میاره نتیجه یکجوری ازش میکنه که حالا ببینید اونا چه نظراتی دارن حالا نظر فقه امامیه تو این رابطه چی هست و این خودش باعث شد که خیلی ها به مذهب تشیع رو بیارن وقتی که میخوندن میدیدن که بابا فقه, فقه امامیه خیلی زیبا داره میگه خیلی قشنگ داره میگه خیلی مشکلات از سر راه ما داره برمیداره و ما همچنان به مثلا 450 سال پیش فقی که ابو حنیفه نمیشه هنو پای داریم ولی زاد چقدر مشکل داره برای ما ایجاد میکنه خب علم داره پیش شرف میکنه روزگار داره تغییر میکنه از احکام سانوی میگن با توجه به حفظ اصول و با تغییر زمان باید تغییر کنه تا مردم بتونن راحت کنه راحت بتونن مناسک دینی خودشون رو اجرا کنن لذا اینجا کاری که کار زیبایی که ابن ادریس انجام میده همینه اینه که تو کتاب از خودش نظرات دیگری هم میاره بعد نتیجه گیری میکنه و میگه که فقه امامیه خیلی پویا هست و زنده و به درد مردم میخوره کلا و کلا نوشتن از سارای شکستن اون جبه تقلیدیه که گفتیم توضیح شدیم که 22 صد سال از شیخ توسی انجام دادن و ایشون با کتاب از خودش این این پویایی رو به فقه میده که شیخ توسی در صد سال قبل نوشته بوده ابن ادریس البته با توجه به این کاری که انجام میده یه عده یه عده از کسانی که همیشه تو طول تاریخ هستن و بعضن بعضی هاشون به سبک هم به قول معروف معروف هستن اومدن گفتن که این کاری که ابن ادریس انجام داد یه جورایی اهانتی به شیخ توسی کرد مثلا دوست داشتن که ایشون هم همچنان بر همون فکری که شیخ توسی نوشته پایدار باشه نه اومدن گفتن که نه ایشون یه احتمال اهان ولی اینه که ابن ادریس هر جا که از شیخ توسی که گفتیم با سواس تر طرف مادری به شیخ توسی میرسه هر جا که ازشون صحبت میکنه ایشون رو به عنوان از شیخ و سعید و صدوق یاد میکنه خیلی حرف بالایی داره میزنه یعنی اصلا اهانتی در کار نیست ولی بنا نیستم که شیخ توسی هرچی گفته باشه دیگه وحی منزل باشه که نه آقا داریم ما جلو میریم داره زمان جلو میره و این بعد تغییر کنه الان یه سری پیش ما کردیم که مثلا بعضا یه سری از فتاوایی که شیخ توسی داده الان امروز کار کارایی نداره لذا ما اینا بعد تفسیرش کنیم بعد پیش کنیم بنویسیمش که مردم استفاده کنن و اینه که اصلا در شیخ توسی ایشون نداره بعد از ایشون های بزرگی مثل سید مرتضی از ابن ادریس تقلید میکنن یه سری شخصیت یه اینجا نوشتیم که این شخصیت ها جز بزرگان مکتب تشایی هستن اینها از پیروان این نوع تفکر ابن ادریس هن. من بعضی آشنا میخونم مثل عبالقاسم جعفر ابن حسن معروف محقق هلی یا یکی دیگه از اینها زین و زین جبل شهید سانی چه حالا انشالله اگه یه فرصتی بشه در صحبت میکنیم یا ابو منصور جمال الدین حسن ابن زین و دین پسر همین شهید سانی هست و یا علامه عبدالله ابن محمد بشربی خراسانی معروف فاضل تونی اینا پیروی میکنه از اون مکتب فقهی که ابن ادریس به قول خودمون پای گذاره نوشتن علامه بزرگوار ابن ادریس هلی در روز جمعه 18 شوال سال 598 هجری قمری در سن 55 سالگی همونجوری که گفتیم در شهر هله ایشون از دنیا میره و همون جا میشون رو به خاک میسپارن و حسینیه ای هم هست در شهر هله که به نام ابن ادریس هلی هست با آرزوی تشریف فرما یربا بمون. حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین الطراب تراب مقدم الفدا تا دیدار بعد خدا جهدار یا علی من.